سلام دارم به شما شنوندگان و بینندگان این برنامه. امیر هستم، در خدمت خانم آذر ماجدی هستیم. آذر جان سلام دارم به شما، ممنون که بار دیگر قبول زحمت کردی که مهمان ما باشید. خواهش میکنم، لطف دارین. منم به شما و به تمام شنوندگان و بینندگان این برنامه روز بخیر میگم. متشکرم آذر جان. ما در واقع بحث امروزمون در ادامه، شاید به نوعی ادامه صحبتی باشه که در اول دسامبر 2013 داشتیم. به نوعی اونجا من با شما در رابطه با اتحادی که اتحاد حزب اتحاد کمونیست کارگری و حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست داشتن صحبت کردیم، اون رو بررسی کردیم و به نکات مثبت اون قضیه اشاراتی داشتیم که به نظرم من و خیلی ها کار مثبت و مهمی بود. امروز قرار صحبت بکنیم بر سر این که بخشی از اون افرادی که یک سال خورده پیش به این حزب وصل شدن جدا شدن و رفتن. به نظر شما علت این جدایی چیه؟ قبل از که توضیح بدیم، من یه توضیح رو خودم یه اشاره داشته باشم که این حق مسلم هر کسی هست که به نظر من مسیر سیاسی خودش رو انتخاب بکنه، هر حزبی رو که دوست داره بره عوض بکنه، اون به هر حال محیطی رو که براش مناسب است برای فعالیت سیاسیش انتخاب بکنه. به نظر من این کسی نباید افراد رو مؤاخذه بکنه به خاطر این دلیل. ولی به نظر شما علت این جدایی چی بود؟ چون خیلی سریع بود، یعنی به نوعی تا بخواد جا بیفته دوباره از جا کنده شد. منم مثل خود شما قبل از اینکه به بحث بپردازیم دوست دارم نقطه نظرم رو بگم. به نظر منم هر کسی حق داره هر جریان سیاسی رو که میخواد انتخاب کنه، از هر جریانی که نمیخواد خارج بشه و جریان دیگه ای وارد بشه، نمیخواد اصلا مبارزه سیاسی رو کنار بذاره. در نتیجه این مسئله باید کاملا روشن باشه که حق این رفقا برای اینکه از حزب کمونیست کارگری حکمتیست به حزب کمونیست کارگری ایران برن کاملا قابل تاییده. از اون طرف من باید در این حال بگم که اینکه بالاخره این رفقا از یه حزب کمونیستی به یه حزب کمونیستی دیگه هم رفتن، اینم خودش مسئله هست که اگر رفته بودن به یه جریان راست، خب آدم روشنه که بسیار متاسف میشد، ولی از یه حزب کمونیستی به یه حزب کمونیستی دیگه رفتن و خوشبختانه همونطوری که همه شاهد هستن خیلی متمدنانه انجام گرفت و نشون داد که بالاخره ضرباتی که کمونیسم کارگری توی این 10-12 سال اخیر خورده رو هممون به خوبی درک کردیم و بهش هوشیار هستیم. در نتیجه این رو من میخواستم همین اول برنامه گفته باشم که اگر در پی صحبت ها مسائلی طرح میشه، این رو به عنوان به اصطلاح حمله به کسی در نظر گرفته نشه. من در اینجا قصد حمله ندارم، ولی فکر میکنم که لازمه به خاطر ادعاهایی که شده، چه توی اطلاعیه که رفقا دادن و چه توی به اصطلاح صحبت هایی که در کنارش کردن، یه سری اتفاقات، یه سری مسائل طرح شده که اینا باید روشن بشه برای کسانی که جریان کمونیسم کارگری رو دنبال میکنن، بهش علاقه مندن و میخوان موقعیت خودشونو در رابطه با اون بسنجن و ارزیابی بکنن. باید نور افتاده بشه روی حقایق. به نظر من یه سری مسائلی توی اطلاعیه مطرح شده از جانب این رفقا یا تو صحبت‌ها مطرح شده که واقعی نیست، که قابل با زیر ذره بین گذاشته بشه، که بعضا تحریفه و یا اینکه کلن باید مورد بحث قرار گرفته بشه. این رو من دوست دارم که تو این برنامه دنبال بکنیم با تایید دوباره به صحبتی که در اول داشتم. بله، این که حالا به هر حال قطعا یک سری اختلافات هست که عده‌ای از یک حزب به حزب دیگر میرن و نمیمونن و اون بستر مبارزه رو ادامه نمیدن. حالا اون چی هست رو میشه نگاهی بهش داشت. خیلی امیدوار بودم ما بتونیم یه سوالی رو که همیشه مطرح بوده ما همیشه طرح کردیم،
ولی احتمالا جواب قانع کننده نبوده، چرا که خیلی دوباره این سوال مطرح میکنن که چطور میشه احزابی متعلق به یک جنبشی با یک برنامه حزبی با یک تفکر روشنی که قرار چه کار بکنن اینقدر فاصله هست، و و بعد بعضی موقع این فاصله ها اینقدر نزدیک میشه که یک فرد از یک گروه رو از یک حزب به حزب دیگر منتقل میکنه. این ریشه رو چگونه میشه بررسی کرد؟ چون اگه شاید به نوعی بخواد به این شکل گفته بشه که اگر ما نخواهیم مسائل رو اونطوری که واقعیت داره و هستش نگاه بکنیم، شاید این گردش مدور رو دائم داشته باشیم که افراد از یک حزب به حزب دیگر همینطور بچرخن. یکی از دلایلی که شاید این اتفاق افتاده این که دنبال اون بستر اصلی که بخواد مچ بشه و به اون در واقع اون خواسته های سیاسی فرد منطبق بشه رو دنبال میکردن، برای همین شاید اون محیط رو پیدا نمیکنن. به نظر شما ایراد یا اشکال اساسی آیا نشسته رهبریت احزاب بشن بگن خب چرا خیلی ها هستن، کادر ما هستن، سرمایه های ما هستن، حاضر نیستن به ما بپیوندن، چرا افرادی که به هر حال میتونن کارایی داشته باشن میرن و بعد هم خب به هر حال حواشی داشتن که خوشبختانه در این مورد اخیر هیچ حاشیه‌ای نبوده، خیلی راحت این رو پذیرفتن. نکات زیادی توی صحبت و سوال شما مطرح بود که باید شاید به دو سه تاش لااقل پرداخت. یکی به نظرم این صحبت شما که چجوری میشه که دو تا حزبی که به یه جنبش تعلق دارن و برنامهشون یکیه و بسیاری از سیاستهایشون لااقل تا یه مقطعی هر دوتا قبول دارن، چرا اینطوری شده؟ به نظر من برمیگرده به یک اشتباه محسی که ما توی 10 سال پیش انجام دادیم، شاید حتی 11 سال پیش انجام دادیم توی حزب کمونیست کارگری. اونجا باید ریشه این مسئله رو جستجو کرد. ما هممون در یه مقطع توی یه حزب بودیم، حزب کمونیست کارگری که منصور حکمت بنیان گذاشت، و بعد از مرگ منصور حکمت یه تنش ها توی حزب وجود اومد. به نظر من یه زلزله ای توی اون حزب روی داد. منصور حکمت خودش بعد از اینکه مطلع شد که بیماری سرطان داره، در یه پلنوم، آخرین پلنومی که تونست شرکت بکنه، هشدار داد به تمام، اون پلنوم وسیعی هم بود، یعنی تمام اعضای کمیته مرکزی و مشاورین کمیته مرکزی تو شرکت داشتن، یه خیلی پلنوم وسیعی بود، و اونجا منصور حکمت هشدار داد اتفاقا به این مسئله که یعنی نگران بود خودش که بعد از مرگ خودش که فکر میکرد قریب الوقوع خواهد بود، در حزب جدایی و انشقاق و انشعاب به وجود بیاره، و داشت تلاش میکرد نشون بده که اختلافات همین الان هم موجوده. اینکه یه آدمی با اون بصیرت، با اون افق، با اون احاطه و با اون وحدت طلبی و با اون اتوریته توی حزب بود، حزب رو نگه داشته بود، وگرنه اختلافاتی که بین آدمای مختلف یا وجود داشت از نظر سیاسی یا تاکتیکی اون موقع هم وجود داشت، و میخواست که یه کاری بکنه که ما این رو تشخیص بدیم و بدونیم که اختلاف سیاسی یا تاکتیکی چیزی نیست که شما دوتا تیکتون بکنه، و به عنوان یه حزب رادیکال، یه حزب با برنامه فوق‌العاده رادیکال، ما میتونیم به فعالیت خودمون ادامه بدیم. ولی متاسفانه این سال 2001 بود، منصور حکمت سال 2002 فوت کرد، و بلافاصله بعد از مرگ منصور حکمت اختلافات شروع شد، اول در قالب رهبری و بعد به سیاست‌های مختلف. من راجع به این یه بار ما با هم مصاحبه داشتیم دیگه، نمیخوام اینجا به اون بپردازم. برمیگرده به اونجا و بعد دو تا شاخه شدن، و بعد اینکه هر کی فکر میکنه خودش حقانیت داره، و بعد برای اینکه حقانیتشو ثابت کنه شروع میکنه حملاتی که انجام شد، تمام اینا ضربات فوق‌العاده عمیقی زد به جنبش کمونیسم کارگری، به خصوص بخش تعصب یافته جنبش کمونیسم کارگری. و به این خاطری که شما هنوز دوست جریان رو دارید که یه برنامه دارن، اصول سازمانشون یکیه، سیاست هاشون تا سال 2000 و
چهار یکیه و بعد از اونه که اختلافات شکل میگیره، ولی هنوز امکان نزدیک شدنشون خیلی سخت به نظر میرسه. حتما اختلافات وجود داره، اختلافات تاکتیکی وجود داره، اختلافات سیاسی وجود داره، اختلافات سبک کاری وجود داره، ولی به نظر خود من این اختلافات نباید باعث جدایی بشه. اتفاقا مسئله که حالا من برمیگردم به این رفقا این هست که خود این رفقا همین نظر رو داشتن و خود این رفقا هم ظاهرن به این قناعت رسیده بودن که نباید اختلافات تاکتیکی و اختلافات سیاسی باعث بشه که انشعاب ایجاد بشه و انشقاق ایجاد بشه و ما نباید اجازه بدیم این اتفاق بیفته. ولی میبینیم که بعد از این که فرزن یه سال و نیم بعد از این که یه حزبی به حزب دیگه پیوست که اتفاقا باز این رفقا به شدت با هیجان این واقعه رو طلب می کردن، حالا به این نتیجه رسیدن که به خاطر اختلاف سیاسی یا تاکتیکی با جدا بشن برن با یه حزب دیگه. میگم حق دارن، اصلا بحث حق نیست، منتها وقتی که شما اینها رو به خصوص برای کمونیستای جوونی که تو ایران هستن و ما رو دنبال میکنن و میخوان بدونن که چه شد منصور حکمت، بالاخره جریانش چه شد و امیدشون کمونیسم کارگریه، امیدشون برای جامعه آزاد و برابر و مرفه، این خطه دوچار گیجی و اختشاش میکنه، متوجه نمیشن چه اتفاقی افتاده. آیا دنبال بستر اصلی میگردن؟ به نظر من این توجیه نیست. من این بحث رو لااقل شخصا قبول ندارم. همین رفقا یک سال و نیم پیش اعلام کردند که حزب کمونیست کارگری حکمتی است، بستر اصلی کمونیسم کارگریه و پرچمدار کمونیسم کارگری منصور حکمته. همون زمان وقتی که حزب کمونیست کارگری پیشنهادی که به نظر من پیشنهاد بسیار خوبی بود، من دارم اینجا نظر شخصی خودم رو میگم و نظر حزب نیست لزوماً، این پیشنهاد از طرف همین رفقایی که الان به حزب کمونیست کارگری پیوستن با مخالفت شدیدی روبرو شد و سابقه اون حزب و سیاستهاش به رخ کشیده شد برای مخالفت. یه دفعه در عرض یک سال از کنگره ششم حزب کمونیست کارگری حکمتیست میگذره که این رفقا رو همه رو به کمیته مرکزی انتخاب کرد، یه سال بعد این رفقا متوجه میشن که نمیست که اشتباه کرده بودن، این بستر اصلی نیست، اون یکی بستر اصلیه. من کلن با این بحث بستر اصلی الان خودم رو در موافق نمی بینم. قبلا در یک مقطعی فقط یک حزب بود، اون حزب بحث منصور حکمت این بود که بستر اصلی کمونیسم و چپ حزب کمونیست کارگری، این که حالا بستر اصلی کمونیسم کارگری یه روز حزب کمونیست کارگری حکمتیسته فرداش میشه حزب کمونیست کارگری، به نظر من از بنیان این بحث نادرستیه. موازین عینی ما، معیارهای عینی ما برای سنجیدن این مسئله چیه؟ این سوال رو باید پرسید از این رفقا. من یک کمونیست قدیمیم و تو رهبری حزب حکمتیستم، تو رهبری حزب اتحاد کمونیست کارگری بودم، تو رهبری حزب کمونیست کارگری بودم در اون موقع. نمیفهمم معیار این رفقا چیه، چطوری ما انتظار داریم که نسل جوان کمونیستی که ما رو دارن دنبال میکنن این رو بفهمن، اینو درک بکنن، یعنی چی بستر اصلیه، منظور چیه؟ اینا باید باز بشه. به نظر من بعضا یک کلیشه هایی مطرح شده توی این اطلاعیه که با این کلیشه ها قرار من و شما و شیشتا دیگه قانع بشیم که این حرکت انجام شده به خاطر اهداف غایی کمونیسم کارگری. من قانع نمیشم، در این حال که حق این رفقا میدونم که هر جایی که خودشون بهتر میدونن مبارزه کنن و خوشحالم که با یه حزب کمونیستی دارن مبارزه میکنن، ولی اینها قانع نمیکنه. بستر اصلی یعنی چی؟ پرچمدار؟ اینها همه چیزایی بود که همونطور که خود شما گفتید تو دسامبر 2013 مطرح شد و پس از اون مطرح شده، تو این یک سال چه اتفاقی افتاده؟ این رو باید بررسی کرد. بله دقیقا، توی صحبتات اشاره داشتی به تنش ها و زلزله‌ای که درون حزب کمونیست کارگری ایران افتاد و اون اختلافات سیاسی و تاکتیکی باعث این انشقاقات شد و به درستی هم اشاره کردی که به هر حال هر گونه انشعابی در گروه های چپ و کمونیستی
تاثیر منفی رو در سطح جامعه داره. حالا حتی اگر بازتاب اون در آینده در دراز مدت مثبت باشه، ولی در اون مقطع بیشتر مایوس کننده هستش. البته نمیشه به دلیل اینکه چون مایوس هست فردی خودش ملزم بدونه که در یک محیطی بخواد کار بکنه، ولی خب قطعا این تاثیر داره، مخصوصا چپ ما که یکی از ویژگیهاش شده انشعاب در این چندین سال گذشته. یه سوال دارم از شما، شاید این سوال به این صراحت تا حالا پرسیده نشده یا اینکه به صراحت جواب داده نشده، امیدواریم ما بتونیم اینجا بهش بررسی کنیم. تا چه حد موقعیت‌های تشکیلاتی برای این رفقا، منظورم این عده نیستا، در کل در از اون مقطع پولونومی که شما اشاره کردی بعد از منصور حکمت تا و الان تأثیر داشته برای این جا به جایی ها؟ چون وقتی که بعضی تاکتیک ها رو میشه باش کنار اومد، نیازی نیست که صحنه رو ترک کرد به محیط دیگه ای رفت، بعضی و برنامه ها اصول موازین همه چیز هم یکیه، تنها چیزی که متفاوته اون جایگاه تشکیلاتی هستش. تا چه حد جایگاه تشکیلاتی تأثیرگذار بوده بعد از مرگ منصور حکمت تا به الان در این در واقع شکل‌گیری احزاب و یا عدم تحزبی که خیلی از کسایی که واقعا در حد رهبریت هم حتی بودن الان کنار رفتن و نشستن و نظارگر هستن و عملا هم چیزی رو نمیبینن؟ اون یک سال و نیم پیش شاید میتونست امیدی باشه که خیلی ها رو دوباره به تحزب برگردونه، ولی الان با این قضایی ها شاید تأثیر بدتری هم داره که بابا چرا ما باید این کار رو بکنیم؟ میدونی تا چه حد این قضیه تاثیر داره؟ قطعا برای این رفقا تاثیر نداره، برای اینکه این رفقا همشون توی مرکزیت حزب کمونیست کارگری حکمتیست بودن، تو کنگره پیش انتخاب شدن. رفقان نسرین و نسرین رمضان علی و علی جوادی عضو دفتر سیاسی بودن، محمود احمدی یه دوره عضو دفتر سیاسی بود، رفیق علی جوادی تا همین پلنوم اخیر جزو کمیته به اصطلاح هیئت دائم یا هیئت اجرایی حزب بود. در نتیجه من فکر نمی کنم این دوره مسئله موقعیت تشکیلاتی قطعا مطرح نبوده، ولی اینکه آیا کلن مطرح بوده، قطعا مطرح بوده. اتفاقا نظر من این نیست که به خاطر تاکتیک و سیاست اون انشعاب شکل گرفت. تاکتیک و سیاست بهانه‌ای شد که اون انشعاب رو توجیه بکنه. ما بلافاصله بعد از مرگ منصور حکمت مسئله رهبری توی حزب کمونیست کارگری ایران مطرح شد. عده‌ای که خواهان رهبری جمعی بودن که تو پلنوم 14 توسط منصور حکمت پیشنهاد شده بود و رأی آورده بود، به اتفاق آرا تصویب شده بود، مثل خود من که تا اون آخرین لحظه برای رهبری جمعی جنگیدم، و عده‌ای بودن که خواهان رهبری دوباره انتخاب لیدر بودن و به خصوص طرفدار لیدرشیپ کوروش مدرسی. در نتیجه اتفاقی که افتاد، حزب به طور مصنوعی به دو تا جناح بدل شد و بعد سیاست ها اومد بر سر اون نشست. ابتدا دو تا جناح به خاطر سیاست شکل نگرفت، نگرانیایی بود از پوپولیسم یا راستروی یا هر چی، ولی فقط نگرانی بود. عملا بحث لیدرشپ ما رو به اون انشقاق و عمیق کشوند و حاصلش رو دیدیم. قطعا اینا بوده. ممکنه یکی برگرده بگه پس کمونیسم هم همینه. نه، کمونیسم همین نیست. منتها کمونیست ها هم تافته جدا بافته نیستن. ما همه انسان هایی هستیم که تو این جامعه به دنیا آمدیم، تو این جامعه بزرگ شدیم، در لحظه از زندگیمون به خاطر اینکه یه دنیای بهتری رو میخوان، یه جامعه آزادتر و برابرتری میخوان، به کمونیسم جلب میشیم، کمونیسم رو انتخاب میکنیم. ولی این به این معنا نیست که ما الان تبدیل شدیم از تمام نظر شخصیتی به آدمی که توی جامعه کاملا برابر سوسیالیستی هست. نمیتونه اینطوری باشه. در نتیجه دل سرد شدن به خاطر اینکه ممکنه یه دی به خاطر لیدرشپ با هم دعوا بکنن، به نظر من هیچ جایی نداره. با دنیا رو دید، این دنیایی هست که ما توش زندگی میکنیم. مسئله بر سر اینه که ما به خاطر آرمانامون اومدیم و به خاطر آرمانامون باید بمونیم.
قطعا در مال 2004 به نظر من این بود. میدونم رفقایی هستن که با من مخالفن، ولی من از همون روز اول بر این نظر بودم، نظرم رو به اشکال مختلف سعی کردم توضیح بدم، در این حالی که سهم خودم رو هم پذیرفتم، میتونستم به عنوان یه عضو بالای رهبری وقت حزب کمونیست کارگری شاید طور دیگه‌ای رفتار کنم و جلوی این انشقاق و جناح بندی ها رو بیستم. منتها میگم تو اینجا اصلا این مسئله دیگه صدق نمی کنه. قطعا وقتی یه نفر به دلایل مختلف دوست داره تو رهبری حزب باشه، یکیش به خاطر اینه که فکر میکنه میخواد سیاست هایی که خودش داره پیش بره، یکی میگه من تمام عمرمو گذاشتم پس اینطوری هست که میتونم بالاخره نشون داده بشه که منم مبارزاتم ثمر بخش بوده، بخشش هم میتونه یه جور رقابت های پایین باشه. ولی میگم این دفعه این مسئله نبوده، این دفعه راستشو بخواید من خودم نمیدونم چیه، به این خاطر اینو میگم، نه به خاطر اینکه بخوام کار رفقا رو ناچیز یا پایین جلوه بدم، اصلا قصدم این نیست، نمیدونم، چون دلایلی که آوردن من رو قانع نکرد. این دلایل باید بتونه من کمونیستم قانع بکنه. من تو ما با هم با این رفقا با هم رفتیم توی حزب حکمتی است. این رفقا اتفاقا میخواستن بدون قید و شرط برن تو حزب حکمتی است. و من و رفقای دیگه‌ای بودیم که میگفتیم نه، ما باید یک شرایطی رو بذاریم، نمیتونیم همینطوری بریم. بالاخره ما یه سابقه‌ای داشتیم، یه نقدایی داشتیم، نمیتونیم بگیم اون نقدای ما هیچی. و بالاخره تلاش ما باعث شد که ما این رو بگیم که ما علارغم سابقه متفاوتی که داشتیم، نقدهایی که هر دو طرف به هم داشتن که اونا سر جای خود، ما الان میخوایم یه دور جدیدی از فعالیت کمونیستی کارگری رو آغاز بکنیم. و به این ترتیب ما جلوی انشعاب رو گرفتیم، داشت انشعاب میشد تو حزب اتحاد کمونیست کارگری و ما پیوستیم به حزب حکمتی است و تلاشمون رو آغاز کردیم که توی یه حزب بزرگتر با رفقای سابقمون، رفقایی که با بعضی از این رفقا من 20 سال فعالیت داشتم از حزب کمونیست ایران تا موقع انشعاب سال 2004، و با این رفقایی که الان جدا شدن با بخش عمدهشون من 30 ساله از اتحاد مبارزان کمونیست شروع کردیم تا همین دو روز پیش که این رفقا جدا شدن، با هم در کنار هم مبارزه کردیم. در نتیجه میگم من رو قانع نمی کنه. یعنی منم با این رفقا رفتم تو حزب حکمتی است، خب منم باید قانع می شدم که آره این حزبی که الان من توشم ظرفش نیست پس منم برم. نه، من قانع نشدم، قانع نشدم که باید این کارو کرد، قانع نشدم که این انتقادایی که داره میشه انتقادات به جاییه، قانع نشدم که حتی اگر انتقادات به جایی می بود باید سر یه انتقاد بعد از یه سال آدم بذاره بره. ببینید کمونیسم یعنی پیگیری، کمونیسم یعنی جدل، کمونیسم یعنی مبارزه. من نمیتونم خسته بشم، میتونم خسته بشم، به این معنا نمیگم، میخوام از نظر یه کمونیست بگم، یه مبارزه کمونیستی فقط با صبر و حوصله و پیگیری میره جلو. اگر چیزی رو ما میخوایم تغییر بدیم، به خصوص میگم بعضی از این رفقا توی مکانی بودن که امکان خیلی زیادی داشتن که تغییراتی رو اعمال بکنن. به هر حال من یکی قانع نیستم که دلیل جدایی اون چیزی هست که تو اون اطلاعیه اومده، من رو قانع نمیکنه، به خصوص با سوابقی که با این رفقا داشتم و مبارزاتی که در کنار هم کردیم و اینکه با هم اومدیم توی حزب حکمتی است. و همونطور که گفتم یه تحریف هایی هست در این حال توی اون اطلاعیه که برای آگاهی مردمی که احزاب رو دنبال میکنن، مردمی که حزب ما رو دنبال میکنن، به خصوص نسل جدید کمونیستی که دارین دوتا حزب رو دنبال میکنه، باید این حقایق روشن بشه. بله، البته قطعا مکانیکی نیست سیستم که بخوای به شکل مکانیکی هم اختلافات رو حل کرد. تمام این اختلافات بر بستر واقعیت‌های جامعه و در کف خیابان به شکل اینجوری نشان و شکل میگیره. شاید اگر بشه مثلا به شکل خیلی امیدوارانه نگاه کرد، یکی از روش‌هایی که بتونه کمک بکنه داشتن یک سمیناری، دعوت کردن از تمام افراد که متعلق به حالا در سطح رهبری یا کاد متعلق به جنبش کمونیست کارگری هستن، بیان و
به شکل خیلی کنکورد و مشخص در کوتاه مدت نظراتشون رو، نقدشون رو، بررسی رو نسبت به 30 سال گذشته انجام بدن، شاید بتونه کمکی باشه برای اون اتحاد یا برای شکل‌گیری، چون این طوری که به هر حال داره پیش میره والا کار رو دشوارتر میکنه، شاید به این شکل گفت، برای فعالینی مثل شما که بتونن حالا در هر کدوم از این احزاب بتونن کارایی داشته باشن و تاثیرگذار باشن. چرا که به جای اینکه بیایم الان ما راجع به اعدامایی که همین امروز خبر اعدام یکی از زندانیان سیاسی مطرح شده، به جای اینکه انرژی رو روی اون چیزا بگذاریم، متاسفانه انرژی رو میکشونه جنبه های دیگه که خب به هر حال سودبخش نیست برای جامعه. من از شما بله بفرمایید. من اتفاقا می‌خواستم همین رو چیز کنم که اگر صحبتی دارین بحث کنیم. بفرمایید. این ایده سمینار ایده خیلی خوبی هست. من خودم شخصا به عنوان مسئول بنیاد منصور حکمت تلاش کردم 2-3 بار کنگره منصور حکمت بذارم و تلاش کردم دعوت کنم از دوستان مختلف، بعضی جواب مثبت دادن، بعضی ندادن و هنوزم بر این فکر هستم که بشه شاید توی مقطعی یک کنگره‌ای گذاشت و یا سمیناری گذاشت اونطور که شما میگین و همه این رفقا رو دعوت کرد بیاییم بشینیم کنار هم به جای که دور باشیم و تو کاغذ و قلم باشه یا به خصوص توی اینترنت باشه و غیره، بشینیم چش تر چش هم بحث بکنیم و این ظرفیت رو داشته باشیم که نقد رو از طرف مقابل بشنویم ولی توش یه به صورت دست اجندای مخفی نبینیم، توش سکتاریزم نبینیم و نداشته باشیم و واقعا مسئلهمون تقویت و تحکیم کمونیسم کارگری باشه و قبول کنیم که ما هممون کمونیستیم، خب سیاست‌های مختلفی رو داریم دنبال می‌کنیم، طور جور و جوری داریم مسائل رو می‌فهمیم، به نظر من یکی راست می‌زنه یکی چپ می‌زنه، به نظر اون یکی چپ می‌زنه یکی راست می‌زنه، اینا رو بپذیریم و با ظرفیت بالا و با علو طبع و با تولرانس بالا بشینیم با هم بحث کنیم. من شخصا خیلی موافقم و تلاش کردم به سهم خودم که از طرف بنیاد منصور حکمت که مال هیچ حزبی نیست این کار رو انجام بدم. هنوز موفق نشدم راستش که این رفقا رو همه رو قانع کنم که دور هم جمع بشن. امیدوارم بشه یه زمانی این کار رو کرد. ولی خب به نظر من بحث سیاسی، بحثایی که سر تاکتیک و اینها میکنیم، هیچ کدوم ما رو منحرف نمیکنه از مبارزه، برای اینکه میخوایم یه راه بهتر پیدا کنیم. ولی وقتی که این اشکال دیگه‌ای به خودش میگیره است که حواس رو پرت میکنه، اختشاش ایجاد میکنه، بی خودی فکر، مشغولیت فکری ایجاد میکنه. ضمناً شما اسم این زندانی سیاسی رو بردین، من جایز میدونم که اینجا تأسف عمیق خودم رو ابراز بکنم و به خانواده‌اش و بستگانش و دوستانش صمیمانه تسلیت بگم. بله ما هم همینطور. به هر حال در پایان این گفتگو اگر صحبت خاصی دارین قطعا میشنویم. من اینجا به این اشاره کردم که ضمن به رسمیت شناختن حق این رفقا، ولی باید اطلاعیه‌ای که این رفقا دادن یه مقداری باز بشه. بحث بستر اصلی رو گفتیم که به نظر من هیچ معیاری نداره و من نمیفهمم چطوری این بستر اصلی بر چه معیاری تعیین میشه. بعد چیزهایی در مورد حزب حکمتیز گفته شده، در مورد اینکه مثلا اصلا تو مبارزه اجتماعی نیست و غیر و ذالک، که اینا واقعیت نداره. اینکه و در اینکه هر حزبی به خودش مدام نقد میکنه برای اینکه بتونه جلوتر بره، من فقط یه نمونه میارم. منصور حکمت مدام حزب کمونیست کارگری رو مورد نقد قرار میداد، مدام ناراضی بود از اون چیزی که به دست آورده بودیم و مدام میگفت حتی برای حفظ وضع موجود ما باید به پیش بریم و کنگره پلنوم 14 رو که پیش کمی که قبل‌تر بهش اشاره کردم، بعد از اون کنگره وسیع و پاشکوه و موفق کنگره 3، منصور حکمت نقد زیادی داشت به رهبری حزب که اونطور که باید و شاید به جلو نرفته. در نتیجه ما هم تو حزب حکمتیست نقد داریم، حتما رفقای حزب کمونیست کارگری هم نقد دارن به روش هاشون. در نتیجه این چیز عجیبی نیست. ما تو پلنوم آخری که ما شرکت کردیم، که متاسفانه این رفقا تو اون پلنوم رفیق نسرین بود ولی بقیه رفقا شرکت نکردن،
اونجا بحث زیادی شد راجع به فعالیت و سبک کار حزب و پلتفرمی که حزب داشت، و بعد سمیناری بود که من یکی از سمینار دهنده ها بودم در مورد موقعیت حزب و قدرت سیاسی، حزب و جامعه، جنبش های اجتماعی، و بحث خیلی داغ و گرمی صورت گرفت و با کاملا باز تمام مسائل بحث شد. این رفقا ادعا کردند که بعد از جدل‌های بسیار و فعالیت و تلاش بسیار همچین تصمیم رو گرفتن. راستش وقتی نگاه بکنی میبینی با عینیت هم نمیخونه. یک سال از کنگره میره که ما عملا سازمان جدیتری یافتیم توی حزب. نمیدونم توی یک سال چقدر میشد کار کرد. من به عنوان یکی از اعضای دفتر سیاسی حزب جدل زیاد عجیب غریبی ندیدم. دو تا سمینار فوقش دیدم. بحث آنچنانی درون حزب ندیدم. پلتفرمی ندیدم. قطعنامه‌ای ندیدم. طرحی ندیدم که این رو مطرح بکنه که قرار به اصطلاح تلاشی بشه برای اینکه حزب تغییر بکنه. و اینکه مثلا حرفا بی جواب مونده یا هرچی. و یه ادعای دیگه این که حزب کمونیست کارگری تغییر کرده و ما هم تغییر کردیم، در نتیجه میتونیم الان با هم کار کنیم. تا اونجایی که من اطلاع دارم حزب کمونیست کارگری خودش هیچ ادعایی برای اینکه تغییر کرده سیاستاش نداره. من نمیدونم این رفقا از کجا دارن میگن سیاستایی که یک دوره مورد نقد شدیدشون بوده الان تغییر کرده، مگه اینکه سیاستای خودشون تغییر کرده باشه و اون نقدها رو دیگه قبول نداشته باشه. بله، از شما متشکرم خانم آذر ماجدی و سپاس به خاطر وقتتون. قطعا در آینده موضوعات دیگر رو به اتفاق شما دنبال خواهیم کرد. خیلی ممنون از شرکت. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من گذاشتین. همیشه لطف دارین و امیدوارم که باز هم بتونیم در فرصت دیگه با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. شاد باشید. خیلی ممنون. با درود، رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 10 صبح به وقت هالیفاکس، 5 بعد از ظهر تهران، روزهای یک شنبه به مدت 2 ساعت به صورت زنده اجرا و پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما radiopayam.ca مراجعه کنید. To CKDU 88.1 FM every Sunday at 10 a.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca.